چی شده کل پرنده فروشی ها گذاشتی رو خارت؟ جان هر پرندهی که دم در آورده جفسازی کرده و شیطنت کرده در خطر است. باید توان دفاعیمونو ببریم بالا. یعنی دقیقا چی کار کنیم؟ یعنی آمادگی دفاع از خودمونو داشته باشیم که نتونن به همون آسیب برسونن. همه بشینن. بشین. حالا باشو. بشین. بشین. پرنده تیز را بیان اینقدر اذیتمون نمی کنن که تو داری رمقمون را میگیری. اویا. این هم از این. حالا براتون یه جهنمی درست کنم که بفهمید جنگ یعنی چی. بخواب خار پشته جون، بخواب عزیزم، تو هم للا کن. اینم که آماده است. یک، دو و سه. تو چه الان منه کشتی با این وضعیتی که پیش آوردی؟ زدن راست میگی؟ بچه داری توی مردن حرف میزنی؟ عجب بمبارونی کردن بیشرفا. ببین چطور مواضع دشمن رو در هم نبردیدن، ولی معلوم بود از ما ترسیدن که اینجا بغل من نزدن اینجا رو. ها اینجوری میخواین از خودتون دفاع کنین؟ خاک بر سرتون. خب پارتیزان ها به شماره یه سه همه بخچن. بشمار یک. نشمار یک. وایسا ببینم این یه ترقه کار تو بود؟ بیرو ترقه نبود، خشم شب بود. بچوش کن این پرموز آقای دشمنی. خفه ببینم پرموز؟ بله. برا ما خشم شب میزنی؟ پرموز نوا فرمانده. خشم شب یکی از ارکان بالا بردن توان دفاعیه. میخوای وقتی خوابی یکی از این ارکان را داخل یکی از ارکانهای وجودت بزنی تا توان دفاعی؟ ساکت صحبت نباشه پارتیزان پرتوت. همگی قبول کردین که برای مقابله با پرنده های تیز رو به فرماندهی من توان دفاعیمون را بالا ببریم. خشم شبم یکی از تاکتیک هایی هستش که برای گذاشتن تخ، اونم از ترس. آره ایبا تخ گذاشتی؟ آره. کار پشتی؟ بله که گذاشتم. بله شما نذاشتیم واقعا تو با من. با اینکه نرم اما اینقدر ترسیدم که تخ گذاری کردیم و تو اگلون تخمه آمد از چشام زد بیرون. خیلی خوب پارتیزان ها، از آزمایش خشم شب که سربلند بیرون نیومدین. آخه کی؟ آخه من به من بگو کی وقتی ترس از چشش میزنه بیرون میتونه اصلا سرشو بلند کنه که سربلند بیاد بیرون؟ برمون داخل حرفی میزنی. من خودم در طول خشم شب سرم چی؟ درد میکرد؟ نه سرم چی؟ ورم کرد؟ نه بابا سرم چی؟ توی دستت بود. آفرین این درست گفت پرتاب، درست گفت. از ترس دقیقا سرم تو دستام بود و نمیتونستم از کلمو بالا بیارم که سربلند بشم. بسه دیگه بسه. تا 5 دقیقه دیگه
همه یه پارتیزان ها همینجا لباس پوشیده و مرتب به خط باشین. فعلا آزاد. این دیگه چیه مردود کن؟ راست میگه این چیه این وسط یه داشتن یعنی چیه؟ اسمش چیه؟ اسمش که قیچیه معلوم بده دیگه گیری مگه؟ چی قیچیه بزرگیه؟ باهاش چیو باره میکنن؟ باهاش حلق طور جل میدن. آقا این به این گندگی قیچیه؟ خودت گفتی خوب. بچیه؟ هیچی همون قیچیه. راحت باش. بچی رو پله داره؟ قیچیه پلکانیه. خوب شد؟ آها مثل اقساط بانکی که پلکانی سال به سال میره بالا؟ جاگول مشنگ تو مثلا اقساط بانکی میدانی چیه؟ اون وقت نردبون نمیدانی چیه؟ چرا دیگه؟ نردبوم همون قیچیه که وسطیه، یعنی وقتی اقساط پلکانی میره بالا پاره میکنه. چرا چرت پلا میگی؟ خودم هم نفهمدم چی گفتم. فکر کنم تقصیر این چیز بود، اینه چیز شخم شب همه چی مریخ به هم. توی دلم هم احساس سفتی دارم. پس چرا نمیان که بریجن؟ حت و ای های حت و ای های حت و ای ها این نگاه نگاه چی کله کریستالی سکه آخه این چیه؟ چرا کلاه کریستالی سرت؟ شلوغ نکنین شلوغ نکنین بگم شلوغ نکنین. اولا نخند اولا کله کریستالی خودتی، دوما با این کارای پرموز آدم باید سرشو چی زفت کنه؟ نه سرشو چی شل کنه؟ نه شل نه سفتم نه سرشو چی سرشو بکنه تو سوراخ؟ بابا احمقا احمقی، باید سرشو سفت بگیره که گربه شاخش نزنه. خب سب کن سب کن الان یه لحظه بذار تو، یعنی من خندم بگیره الان؟ خب بگو مرز الان نه واسه الان جدی بشم ببین الان تو سرت مثلا با این کلاه کریستالی صف گرفتی که گربه شاخت نزنه. بله دقیقا مشکلی داری. سرو باید چی کار کرد؟ شانه کرد. احمقی تراشی نخه احمق صابون زد اشتباه سرتو بکن تو کریستال تا که نمیره. نظر که این پرموزه زد جون تو بگیره. بهم نگو کل کریستال دلم میگیره. حتی من هر شنیدنه گریم میگیره. بسه دیگه کافیه میگم. چه وضعیه؟ مخلص آرتیزان ها بشماری سبکو ببینم آجا این چیه رو کلت؟ چرا کریستالی شدی خار پشته؟ آخه میخواد سرشو سف بگیری که شما جونشو نگیری. آخه دلش میگیره. بسه خب لازم نیست ادامه بدیم. خب پارتیزان ها بشمار. ای بابا پارتیزان داریوش کجا؟ ای بابا راست گفتی ها، نکنه تو خشم شب. وای داریوش حواسم به داریوش نبود. وای ناکام از دنیا رفتی رفیقه. احمق جان تو خشم شب همه چیز مشقیه. مشقی چیه دیگه؟ یعنی گلولا این کله تو چطوریه؟ توش خالیه. گلولا هم خالیه. راست میگی آخ جون بیا توش خالیه هرچی نیاد آش خالیه. ایچیش ماشمالیه گلاش گلای خالیه. بای بای هرتا نادان بیشو داریوش ما توی جنگ شب خشم شب حالا هر کفتی داریوش ما از دست دادیم. و وقت تو داری شادی میکنی شعر شاد میکنی. ای وای داریوش هنوز جنگ نشده تو از پیشمون رفته اونم با یه جنگ شبی خشم شبه. امشب من به تو خشم شب یاد میدم سب کن. یه خشم شبی به تو نشان بدم که جنگ شب کنی. حال باشه. تو چته؟ فکر کنم منم زخمی شده.
میکنم، دلم خیلی درد میکنه. یکی به من کمک کنه، من اسیر شدم. ای جانم به قربان داریوشم، کجایی داریوشم؟ در بندم. در بند کجاست؟ بگو کجاست بیام نجاتت بدی. نمیدونم، اینجا توی سلول انفرادیم، اسیرم کردن نامردا. چرا مزخرف میگه این؟ کی اسیرت کرده؟ دشمن دیگه، همونایی که نامردا توی شب بهمون حمله کردن. صداش خیلی نزدیکه. صدای شما هم خیلی نزدیکه. سلول بغلی هستی؟ وای صداش از توی من انگار. نکنه توی سلول منه. وای اصلا سلول چی هست؟ چرت بلا نگو، چرت بلا نگو. داریوش آزاد شد، داریوش آزاد شد. ای جانم، داریوش جانم، تو کی رفته تو سلوله ای؟ من دیگه حرفی ندارم. چرا عزیزم بیا در آغوشم، هر حیف نیا در آغوشم. گنده میده داریوش جان. از کسی که از سلول پرتاب بیرون بیاد انتظار اتکلون دیور داری؟ یقما و جندقی؟ نخیر، ابراهیم جبار سینگ. جبار سینگ هندی از ابراهیم هم نید. ما یه ابراهیم جباری داریم، وارد کننده تخمست برای پرندگان و گویندگان. روی صندلی هم خوب خوابش میبره، هم صدا برداری میکنه. شاعرم نیست بنده خدایی از این گوی. خیلی خوب آجان، همان یقما جندقی بل کن. بسه راست میگه. خب نیروتونم که از اسارت آزاد شد. البته من هنوز نفهمیدم این چطور به اسارت در آمد. اجازه بده توضیح بدم. من سرم روی پاهات گذاشته بودم و خواب بودم که یک دفعه صدای خمپاره و انفجار اومد. تو از خواب پریدی و من از روی تو جهیدم و پرتاب در بغل تو از پشت خمید و دیگه چشمام جایی رو ندید و فقط شانس گفت که این وسطا پرتاب نریخت. ببخشید یه سال چیو نریخت؟ چیو نریخت؟ آب روشو؟ نه، چیو نریخت؟ تو رو؟ نه خیر، چیو نریخت؟ زهر مار نریخت. بس دیگه، حالا داره برای من ادای خارپشتره در میاره. پارتیزان ها! بله! داریوش فعلا استراحت کنه، اما بقیه با شمارش من همه به نردهای تای قفس بچسبند. بشمار یک، بشمار دو، بشمار سه. جناب فرمانده، ما چیکار کنیم؟ شما بیا بچسب من عزیزم. برم کنیم. نوبت شما میشه. او قلمون، تو هم باید با قناری بیاین از این بریم بالا. میخوای تو بیا از این برو بالا؟ ندونه قفص رو میگم، خیلی دراز آقه بینتره. به وقتش میام بو قلمون. بذار وقتی پرنده های تیز رو حمله کردن یه کاریت میکنم که از اونم بری بالا. نرده های قفص تو میگم. جناب فرمانده اینو میخوایش؟ خب بفرمایی ما چیکار کنیم. خب پارتیزان ها، حالا یکی یکی از روی این مانع با سرعت و دقت تمام عبور میکنید. آخ که اون امانه چیه؟ همین چیز دیگه. بابا همین قیچی پلکانی. خب چرا باید رچیم؟ خب از کنارش با دقت رد میشیم، این که راحت تره. آقا این سال یه بار حرف درست حسابی هم میزنه. با تمام ابلهش الان راست گو. بله، بالا بردن توان دفاعی با بالا رفتن از همین موانع محقق میشه. فرمانده عزیزم، هرچی بخوایم بالا ببریم باید از مانع ردش کنیم. حتما پارتیزان پرتوت. بله قربان. خودت به عنوان اولین نفر بیا جلو. بشمار یک، بشمار دو، بشمار سه. ببین آخر عمری برای بالا بردن قوای جسمی به چه روزی افتادی ما. برو زورم بزنه. برو ای بابا فرمانده. بابا جا من پیرم، فشار میاد به کیسه صبرا. میخوای تا همینجا که پریدم ادامه بده؟ برو پیرم چه؟ برو بالا. یک دو 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 سه زهرمار درد بی درمار. مسابقه محله نیست که ابلا، جنگه.
نوبت خودتان هم میشه. برو برو سر پارتیزان پرتوت. برو برو خدا ای وای ای وای همه اجداد و تایفه هم آمد جلو چشام. یلا 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 یه پایین نگاه نکنی یا بلا چی پایین مگه چی اولیش که منم عزیزم آخه تو منو کشتی ای بابا بنم کن بیشونه بچوت کن بیدار کن بچوت کن فردود بچوت کن بچوت کن بچوت کن آی 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 عجب جنگیه توی این خونه قصه پرتوت و نرد بونه رفتی اون بالا چرا این وسط پایین رو دیدی همینه بگو آخه دیوونه درست و بچه بابا آخه دیوونه پایین رو چرا دیگه بس دیگه بس بابا خار باشد کمر داغان جو این چه جنگی الان شروع نشده اینجوریم کرد اگه شروع بشه چه جوریت میکنه پردون کن اینجوری بابا تو یکی خفشو به خدمتت میرسم به وقته اما دمت گرم که پیشمک شدی یا پرتوتا اگه تو نیفتاده بودی الان یا من آویزون و اون نردبونه بودم یا این احمق پرتاب آخ جون با من بود گفت احمق ولی من مثل شما از روش رد نمی شدم که از لاش رد می شدم از لای چی؟ از لای پله هاش آخه لاشون سولاخه جا جون تو هرچی لاش سولاخ باشه اتوش رد می شی؟ خب رد نشم که می شم اینه تو پرتوت کن قد قشنگ گفت پرتاب راست گفت اینو درست میگه پرتاب خب ساکت باش بابا کل کریستالی آخ کمره وای دیگه راست نمیشه فرمانده آمدن خب پارتیزان پرتوت حالت چطوره؟ کمرت بهتر شد؟ راست میشه؟ بذار راست بشه یه کمر نشانت بده فرمود برموز که نردبون یاز بگیری جنگ همینا رو داره تازه اول راهیم خیلی کار داریم بابا من که دیگه داغونم فشار میاد به کولوم و کمرم و نمیدونم من به جام دیگه داغونم دیگه بیشه در شرایط جنگی تا آخرین قطره خون و توان باید پاور جامون یعنی من با این کمرم دیگه کاری حد از بر میاد اصلا بله آستادن اختیون به کی باید بده چی یا به کی بده پاس دیگه مگه پاس نباید بده ابله آستادن در جنگ یعنی نگهبانی یعنی تو بیدار باشی و مراقب باشی تا بقیه پارتیزان ها استراحت کنن و تجدید قوا کنن یعنی ما بابا این دوزاری چه نمیافته آره دیگه احمق جان ما یعنی ما دمت گرم فرمانده پس ما با اجازه بریم لالا پرتوت خانم خوب پاس بده نگهبانی بده بای بای ما رفتیم پرتاب جان بریم که فردا خیلی جنگ داریم آخ جون بریم لالا دیگه میدونی چیه بریم پرموز تو قصدت اینی که من سر به نیست کنی نه اتفاقا هواتو دارم اینا فردا بیچارن تو به جاش میری استراحت پرتوت خان نیچه میگه از هر پیشنهاد اغوا کننده بترس ارنست همینوی نه خیر حامد فرشته تو که گفتی نیچه میگه ابله خب نیچه به فرشته گفته دیگه راست میگه نیچه گفته حامدم شنیده خیلی خب پرتوت همین اسلحه‌ای که اینجا هست رو برمیداری و توی هر سه قفس تا صبح گشت میزنی دقیقا فرض میکنی که هر آن ممکنه دشمن از یک گوشه حمله کنه چشما مثل عقاب و انگشتا مثل دارکوب روی ماشه بره و بیاد شب بخیر پارتیزان پرتوت بی شرف خرم کرد رفت پس میخواستی خرد کنو بمونه زرما تو رم درست میکنه به وقتش بذار این راست شه کمرتو میگی دیگه آره دیگه یک پاسی نشانش بدم اصلا به همه شون پاسی نشان بدم امشب که زین الدین زیدان به رونالدو نداده باشه با کمرت؟ نه پس با کیسه صفرام ای روزگار
میگن شیر که پیر میشه روباب با دمش بازی میکنه همینه یا الان تو شیری یا پیری یا چی؟ یا داری میمیری. اینقدر چرت پلان نگو، گوش کن تا لاغل برات بخانه. پس بذار خیال کنم که رفتیم جزیره. خیال کن برو که رفتیم، برو که رفتیم. تو تنها و نرم، فکرایی دارم تو سرم، خوب اگه بشه کمرم باز میکنم بی دهنم، هر موز پرتا این پشته خار هستمشون به کمرم، هر موز پرتا این پشته خار هستمشون به کمرم، فرتوت و تنها و نرم، فکرایی دارم تو سرم، فرتوت و تنها و نرم، فکرایی دارم تو سرم، خوب اگه بشه کمرم باز میکنم پرتا این پشته خار بستمشون به کمرم، هرموز پرتا این پشته خار بستمشون به کمرم، فرتوت و تنها و نرم، فکرایی دارم تو سرم.